بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه انشالله قصد داریم با استفاده از برنامه ویم ویر که برای ورچوالایزشن استفاده میشه، اکتیو دایرکتوری قبلا انستال شده، شروع کنیم به بحث کانفیگوریشن اکتیو دایرکتوری. خب میرم برنامه ویم ویر رو باز میکنم. برنامه ویم ویر یا برنامه ورچوال باکس اینا برای ورچوالایزشنه. اینا برنامه هایی که ما از طریق از این برنامه ها میتونیم یک محیط مجازی را ایجاد بکنیم و یک نتورک بسازیم که با استفاده از چند تا اپراتینگ سیستم یا سیستم عاملی که دو از اینا ایجاد میکنیم بتونیم یک نتورک به صورت مجازی ایجاد بکنیم و همون کانفیگوریشن هایی که دو از انجام میدیم بتونیم در این محیط پیاده سازی بکنیم. خب میرم برنامه ویم ویر را باز میکنم. یه هم میتونید شما از برنامه ورچوال باکس استفاده کنید، ولی ویم ویر قابلیت های بیشتر داره نسبت به برنامه ورچوال باکس. و کسانی که باز کار کردیم با برنامه ورچوال باکس هیچ فرقی نمیکنه، شما میتونید از او مینس برنامه مجازی سازی برای ایجاد کردن نتورک استفاده کنید. باز شده است، این را باز میکنیم. در برنامه ویم ویر به این قسمت اگه دقت کنید، شکل ظاهری از این برنامه ویم ویر که من استفاده میکنم ویم ویر 7 چونی فریه، ورژن جدید از این هم آماده، بازم شما میتونید ورژن جدید از اون اینستال بکنید. این قسمت سیستم عامل هایی که نصب داریم به شما نمایش میده. ویندوز سرور 2008 فعلا دو از اینستال و همچنین ویندوز 7 مینیس کلاینت. ویندوز سرور 2008 سرور یکی قرار رو از سرویس ها رو اینستال بکنه و این مینیس کلاینت برای از ویندوز سرور 2008 باشه. تب اولی از این تب هم تشکیل میده، تب دومی تب ویندوز 7 که در اینستال شده و فعلا هم لود شده مشکل نداره و بعدی هم که هست ویندوز سرور 2008. پس میرم به تب هم. هر وقتی خواستیم ماشین جدید ایجاد بکنیم یا یک کلاینت یا یک سرور جدید اینستال بکنیم، از این گزینه نیو ورچوال ماشین کلیک میکنیم که خواسته باشیم این گزینه برای ماشین جدید ساختنه. اما این جلسه قصد داریم ما این کارو بکنیم چون جلسه قبلی موضوعات رو اشاره کردیم. میریم ویندوز 7 اینستال شده و ویندوز سرور هم همچنین. وقتی ویندوز سرور اینستال بکنیم و بعضو همین محیط ظاهر میشه، این میتونیم ایر بسته بکنیم تا اینکه به شکل ظاهری از این هم آشنا بشین که چین محیطی داره. ایر بسته میکنم باشه ایر فول اسکرین کنم که کلن دیده بشه. این گزینه رو وقتی خواسته باشیم ایر به صورت فول اسکرین یعنی صفحه کامل در بیاریم رو از این کلیک میکنیم که این از این باشه که ای به صورت محیط حقیقی شما رو انستال کنه. این قسمت دکمه استارت از اینه. وقتی رو از این قسمت دکمه استارت دقت کرده باشیم، به کنار از یک علامت او با نام سرور منیجر برازه میگن، یک رو اینه که از قسمت استارت قسمت گزینی ادمنستریتیف تول رو از این کلیک بکنیم و بعد بریم این قسمت چی نوشته سرور منیجر نوشته این رو انتخاب بکنیم. یک رو اینه. یک رو دیگه کجایه؟ یک رو دیگه به قسمت پایینیه. شما رو از این قسمت کلیک میکنیم اون قسمت پایینی کنار دکمه استارت نوشته سرور منیجر روی کلیک بکنیم، بازم سرور منیجر باز میشه. این شکل ظاهری سرور منیجره. به این قسمت کانفیگوریشن های اصلی وجود داره مثل سرور منیجر عنوانی اونه، بعضی رول ها شما میتونیم برای از اضافه بکنیم، فیچر ها اضافه بکنیم، دیاگنوستیک کانفیگوریشن ها و استوریج از این ببینیم. ولی ببینیم کدوم رول ها رو از این استال و چین رول های از این بعد ما قرار رو از این استال بکنیم. میاییم به قسمت پایین تر، اینجا هست گزینه گو تو رول. گو تو رول داریم و اد رول داریم و ریموو رول داریم. هر وقت خواسته باشیم یک رول اینستال بکنیم در ویندوز سرور 2008 نیاز به اینیه که شما حتمی یا سی دی از اون یا فایل آیزو از اون داشته باشین، ولی در ویندوز سرور 2003 حتمی باید یا سی دی خود شما باشه که داخل سی دی رام بندازیم و اگر برنامه ورچوالایزیشن استفاده میکنیم مثل ویم وی ار یا ورچوال باکس باید حتمی فایل آیزو باشه که برای آدرس بدین که فایل ها رو بره از طریق سی دی نصب بکنه، در حالی که برنامه ویندوز سرور 2008 نیاز به این کار نداره. زمانی که یک دفعه سیستم عامل را اینستال بکردیم و هر وقت خواسته باشیم یک رول یا یک سرویس را اینستال بکنیم، راحت رو خود کلیک میکنیم گزینه اد رول. کل رولایی که شما خواسته باشیم اینستال بکنیم رو از این ویندوز سرور 2008 17 رول که هر کدوم به یک قسمت لیست شده. ولی اولین رولی که ما میخواییم اینستال بکنیم، چون ای پی سی را میخواییم مینیس دومین کنترلر انتخاب بکنیم. دومین کنترلر چی وقت یک پی سی گفته میشه؟ زمانی که یک پی سی اکتیو دایرکتوری رو از او اینستال باشه، برای از او پی سی میگن دومین کنترلر، یعنی او کنترل کننده دومین تمام کلاینت هایی که به او وصل میشن و جز عمو دومین باشن اطلاعات خود از طریق عمو دومین میگیرن و اطلاعات از اونها در داخل سرور ذخیره میشه.
و تمام پالیسی هایی که وضع بشه از طریق سرور روی تمام کلاینت ها وضع میشه، یا شما میتونیم دقیقا مشخص بسازیم روی کدوم کلاینت چین پالیسی وضع بشه. یعنی وقتی اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور 2008 نصب میکنیم، شما نتورک خود میتونیم توسط از اون منیج بکنیم. اگر اکتیو دایرکتوری نینستال نکنیم، منیجمنت شما رو کلاینت ها خود ندارین. میتونیم دی اس پی نصب بکنین، میتونیم دی ان اس نصب بکنیم یا سرویس دیگه، با اینا شما منیجمنت نداریم. اما زمانی که سرویس اکتیو دایرکتوری رو ویندوز سرور 2008 نصب میکنیم و دومینی به وجود میاریم و کلاینت ها جزء دومین میسازین، با استفاده از این سرویس و از این رول که اینستال کردیم، شما میتونیم روی کلاینت ها خود منیجمنت یا مدیریت داشته باشیم. اونا چی وقت بتونم لاگین بشم، چینو وبسایت های دسترسی داشته باشم، چینو فایل های دسترسی داشته باشم، همگی از اینا با استفاده از دومین کنترلر میشه و زمان یک پیس دومین کنترلر که رو از اکتیو دایرکتوری اینستال شده باشه. خب اکتیو دایرکتوری تیک میزنیم و بعد گزینه نکست. به قسمت دیگه معلومات میاره، اینتروداکشن تو اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز، به شما معلومات میاره. ایدی یعنی اکتیو دایرکتوری، دی اس یعنی دومین سرویسز، و اگر جای دیدیم ایدی دی سی یعنی دومین کنترلر. این اصطلاحات یا این مخففات در ویندوز سرور 2008 زیاد دیده میشه. اینا معلوماتیانه. بعد گزینه نکست میزنیم، گزینه اینستال. به این قسمت ما فقط میخواییم چی رو اینستال بکنیم؟ اکتیو دایرکتوری اینستال بکنیم. هر سرویسی که میخواییم در ویندوز سرور 2008 اینستال بکنیم، اول مرحله اینستالشن اینه، بعد مرحله کانفیگورشن یا همو عیارسازی از او. پس اول بعد اینستالشن انجام بدیم، بعد میتونیم مرحله کانفیگورشن رو کار بکنیم. اکتیو دایرکتوری میشه به دو صورت اینستال بکنیم. من میتونم نوتپد رو باز بکنم و این لیست بکنم. این دیگه فعلا مرحله اینستالشن اینه. ببینیم یه قسمت گفته اینیشیالایزینگ اینستالشن، یعنی این مراحل اینستالشن اینیشیالایز میکنه یا بررسی میکنه یا در حال اینستالشنه. برنامه نوتپد رو باز میکنم. شما میتونیم خود اکتیو دایرکتوری به دو صورت چیکار بکنیم؟ برو نصب بکنیم و بعد کانفیگور بکنیم. یکی اینه که مش سایز خط تر بزرگ بکنم، یکی از طریق گرافیکی که از قسمت اد رولی کار صورت میگیره، یکی از قسمت گرافیک، یعنی به صورت یکی به صورت گرافیکی از کدوم قسمتی کار صورت میگیره؟ از قسمت اد رول. خود رول به معنای نقش تعیین کردن یا وظیفه دادن به یک سرور. و یکی دیگه از طریق کامند لاین، هر وقتی که خواسته باشیم از طریق کامند هم شما میتونیم این کار رو انجام بدیم. فقط کافیه شما یک کامندی بنویسیم، کامندی بنویسیم به اسم چی؟ دی سی پرومو. کامند دی سی پرومو که بنویسیم، دی سی پرومو، کامند دی سی پرومو داخل رن یا استارت بنویسیم، باز هم گزینه رو به شما میاره. میرم به این قسمت نوشته میکنم دی سی پرومو، یا داخل رن بنویسیم فرقی نمیکنه، یا به اینجا یا داخل رن. حالا ببینیم به این قسمت هم برای شما آورد. دی سی پرومو رو یک دفعه کلیک میکنه، این هم یک ویزارد کاملی اینستالشن و کانفیگورشن دی این سرور اکتیو دایرکتوری از این طریق شما میتونیم انجام بدیم، یا هم از طریق گزینه‌ای که ما کار کردم، برفتم قسمت اد رول و رول اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز رو کلیک کردم. حالا ببینیم این در حال اینستالشن و همون عملی پروسس از هنوز جریان داره و هنوز کار ختم نشده. چند دقیقه اول وقت زیادی در بر میگیره، بقیه زودتر تیر میشه تا به قسمت های بعدی. وقت اکتیو دایرکتوری اینستال شد، وقت کانفیگورشن ازو، شما میتونیم دی این سرور هم خودی ازو کانفیگور یا عیارسازی بکنیم. یعنی در وقتی که شما میخواین اکتیو دایرکتوری اینستال بکنیم، چند چیز لازم دارین. وقت اینستالشن و کانفیگورشن اکتیو دایرکتوری اینستال رو انجام دادیم. هر وقتی که میخواین با بحث کانفیگورشن رو انجام بدین، بحث کانفیگورشن اکتیو دایرکتوری چند چیز لازم داریم. یکی اولی چیزی که لازم دارین و عبارت اینه که سیستم خود بریم آی پی بدیم، به سیستم خود آی پی بدیم. سیستم خود اگه آی پی بدیم، به شما همون الرت یا هشداری که دم اول میاره همون نمیاره. سیستم رو باید حتمی آی پی بدیم. بعضی که سیستم رو آی پی دادیم، حتمی باید یک دومین داشته باشین، چون وقت اینستالشن اکتیو، وقت کانفیگور کردن اکتیو دایرکتوری
از شما پرسان میکنه که دومین شما به اسم چیه، پس حتمی باید دومین داشته باشیم. دومین شما مثل چی؟ میتونه نام مرکز باشه که در او کار میکنه، میتونه نام خود شما باشه یا هر بنیادی که در او قسمت شما میخواین اکتیو دایرکتوری رو کانفیگور بسازین. مثلا میتونه itch.com باشه دومین شما، itch.com یکی میتونه دومین شما باشه. البته ما دومین های متفاوت داریم، .com داریم، .af داریم، .gov داریم، اینا رو میگن top level دومین های متفاوت. یا نوشته میکنیم itch.com یا نوشته میکنیم itch.af. ITC یعنی مرکز تکنولوژی معلوماتی هرات، IT سنتر آف هرات. پس یک دومینه، هر کدوم از این کلاینت ها که خواسته باشن میتونن به یک که وصل بشن، یا حتمی یاهو یا جیمیل استفاده کردیم. شما وقتی از یاهو یا جیمیل برای فرستادن ایمیل و استفاده میکنین، در اقل شما جز دومین یاهو میشیم یا جز دومین جیمیل میشیم که از اون سرویسی که به اختیار شما قرار میده که عبارت از سرویس ایمیل باشه میتونیم استفاده بکنیم. خب این مینیمایز میکنم ببینم هنوزم مرحله انستالیشن پیش رفته، یعنی مقدار از مرحله انستالیشن پیش رفته و ممکنه یک دقیقه بعد عملی انستالیشن اکتیو دایرکتوری ما ختم بشه. وقتی مرحله انستالیشن ختم شد، باز ما میتونیم از گزینه کانفیگوریشن از استفاده کنیم، یا بریم داخل رن نوشته کنیم دی سی پرومو، یا هم به صورت عادی میتونیم ببینیم بریم قسمت خود اکتیو دایرکتوری و گزینه کانفیگوریشن از کار کنیم. ولی بیشتر وقتا از گزینه دی سی پرومو هم برای انستالیشن و هم برای ریموف کردن و از بین بردن اکتیو دایرکتوری استفاده میشه، هم برای دلیت کردن رو اگه زمانی خواسته باشیم رو دلیت بکنی، و هم برای انستالیشن، هم برای کانفیگور کردن از او میتونیم از گزینه دی سی پرومو استفاده کنیم. خب یه عملیات همیت ادامه داره، میمیاییم به یه صفحه دومی. متاسفانه بگم به این صفحه انتقال پیدا کرده نمیتونیم مگه که این را قطع بکنیم. این ای گزینه که سرور منیجر قبلا گفتم به این قسمت قرار داره، روی کلیک میکنیم و بعد تنظیمات خواسته باشیم انجام میدیم. اول بعد اکتیو دایرکتوری رو انستال داشته باشیم، دین سرور انستال داشته باشیم، بعد کلاینت ها میتونیم جزء دومین بسازیم کونا از مزایا و قابلیت هایی که در دومین هسته در روی استفاده کنن. خود اکتیو دایرکتوری تمام مشخصات یوزرها مثل پسورد از اونها، یوزرنیم از اونها، فایل ها از اونها در داخل دیتابیس اکتیو دایرکتوری ذخیره شده. اگر سروری که در اون اکتیو دایرکتوری انستال دان بشه، کل سرویس ها از کلاینت ها گرفته میشه. اینجا برای شما بیاورد انستالیشن سکسس، یعنی به صورت موفقانه ای کار انجام شد، گزینه کلوزر میزنه. حالا اکتیو دایرکتوری انستال شد. به این قسمت هم دقت کنیم، ما 17 تا رول داریم، از 17 تا یکی فعلا انستال شده و به این قسمت گزینه ریموو رول هم فعال شده. اول برای اولین دفعه ریموو رول فعال نیه، زمانی که شما یک رول اد بکنیم بعد گزینه ریموو رول هم فعال میشه و شما میتونیم رول ریموو بکنیم. فیچر داریم و رول داریم که رول ها کسته یک نقش اساسی تره، ولی یک کسته فرعیه که باز بعض بیشتر معلومات بدیم به جلسه های بعدی در حالت فرق بین فیچر و رول، چی وقت رول ها استفاده میشه و چیه رول ها و فیچر ها چیه. خب حالا این استال شد، میره قسمت کانفیگوریشن ازی به این قسمت استارت نوشته میکنیم دی سی پرومو نوشته میکنیم. ولی به یه قسمت بالایی هم آماده، روی کلیک میکنیم که باز بشه. ببینین گفته checking if active directory daemon services boundaries are installed. چک میکنه با بعد انستالشن اکتیو دایرکتوری انستال شده. گزینه کار نداریم، این چیز رو تیک نمیزنیم، گزینه next رو میزنیم. وقت next رو دادیم، باز اینجا به شما میاره در حالت ویندوز سرور 2008 دومین کنترلر have the new secure default. خب گلن گزینه‌ای به شما توضیح داده که حالت سیکیور در این ویندوز انتی، اگه در نتورک خب ویندوز انتی یا دیگه ویندوزای داشته باشه، ممکنه فیچرهای ویندوز سرور 2008 رو از اونها کار نده. بهتره که شما ورژن‌های جدید از سیستم عامل نصب داشته باشید، چون ما در نتورک خب ویندوز انتی و ویندوز 95 و اینا نداریم، بنابراین پس مشکلی نیه برای ما. نکست میزنیم.
اینجا نوشته existing forest، هر وقتی که خود forest اصطلاحاً میشه جنگل، هر وقتی یک دومین داشتیم و خواستیم از او استفاده بکنیم، از گزینه existing forest میزنیم که از او دومینی که داریم یا از او دومین اصلی که داریم بتونیم از او استفاده کنیم. اما ما تا حالا هیچ دومین اصلی و هیچ فورست نداریم، پس میخواییم یک دومین ایجاد بکنیم. گزینه دوم تیک میزنیم create a new domain in a new forest، در داخل یک فورست ما میخواییم یک دومین ایجاد بکنیم. بعد گزینه next را میزنیم، به اینجا گاه همون دومینی که داریم if you do in the end your full qualified domain name، برای از میگم همون دومین شما به این قسمت داده میشه. اینجا ببینیم مثال هم بگفته مثل cop.com یا هر وبسایت دیگه که داریم یا دومینی که داریم، ما دومین خود میتونیم به هر نامی که خواسته باشیم بسازیم. مثلا من یکی میسازم به اسم itch.com. itch.com به یه قسمت دومین ما رو تشکیل میده. این میتونه .com نباشه، .af باشه، میتونه .gov باشه، میتونه .net باشه، اینا تاب لول دومین، برای از اینا میگم میتونه از هر کدوم متفاوت باشه، ولی نامیه که من انتخاب کردم. خب itch.com دومین ما رو next را میزنین. حالا گفته چک میکنه که همچین دومینی از قبلا وجود داره یا نداره. اگه وجود داشته باشه به شما الرت میده که این وجود داره، اگه وجود نداشته باشه شروع میکنه به ساختن از این. خب قسمت دیگه داریم، باز صفحه دیگه ظاهر شد، نوشته set forest function level. ما زمانی که این خواسته باشیم اینستال بکنیم میگه با ویندوز سرور 2000 میخوای اینستال بکنی، چون بعضی فانکشنالیتی ها در ویندوز سرور 2008 به وجود آمده. پس ما میریم از اینجا ویندوز سرور 2008 انتخاب میکنیم. 2000 هم هسته، 2003 هم هسته، 2008 هم 2008 انتخاب میکنیم که همون فانکشنالیتی ها یا کاریایی که در ویندوز سرور 2008 همون ایمپلمنت یا پیاده سازی بشه. نیکست در میزنیم. خب وقت نیکست را زدیم ایچه صفحه ظاهر میشه، نوشته select additional option for domain controller، یکی از آپشن های دیگر هم انتخاب میکنیم. او آپشن عبارت از چیه؟ عبارت از دین سروره. هر وقتی گزینه دین سرور به قسمت تیک زده باشه به این معنی که دین سرور هم همراه اکتیو دایرکتوری انستال میشه و انستال میشه. و هر وقتی تیک از این ور داریم انستالشن دین سرور باید به صورت مجزا از قسمت ادرول بریم و کار بکنیم. ممان که همی به همراه اکتیو دایرکتوری دین سرور هم انستال بشه. پس تیک همی گزینه زدیه، ما فقط گزینه نکست در میزنیم. Yes. یا شما پرسان میکنه دین سرور cannot be created، نمیتونه ایجاد بشه. خب ما یه سر میزنیم ایجاد میشه، مشکل نداره، فقط یک الرته. این قسمت همو دیتابیس فایل های نشون میده که مربوط به ویندوز سرور 2008 و موقعیت ذخیره سازی که اینا به کجا ذخیره میشه. همین فایل ها دیتابیس ویندوز سرور 2008 فایل اکتیو دایرکتوری از اون، چون گفتن دقیقاً یک دیتابیس ایجاد میکنه و داخل درایو سی ذخیره میشه. یک لاگ فایل های به کجا ذخیره میشه؟ لاگ فایل های هم بازم داخل درایو سی، داخل فولدر به اسم نیو ویندوز و داخل فولدر به اسم NTDS ذخیره میشه. سس وال ازو که بازم سس وال هم نوی فایل های لاگه، بازم به کجا ذخیره میشه؟ این هم موقعیت ذخیره سازی از این فایل میگه. شما میتونیم اینا رو تغییر دیم، اگر نه پیش فرض به همین صورت هست گزینه نکست رو بزنیم. اینا لاگ فایل های و دیتابیس فایل های که مربوط به ویندوز سرور 2008 اکتیو دایرکتوری ازو میشه. نکست رو میزنید. اینجوری یک پسورد از شما پرسان میکنه. این پسورد وقت ریکاوری کردن اکتیو دایرکتوری هم به درد میخوره، وقت خواسته باشیم اون ریموو هم بکنیم. این باید کامپلکس باشه، یعنی هم اعداد کوچک، هم حروف کوچک، هم حروف بزرگ و هم اعداد در ترکیب ازش شامل باشه. وقتی ایره میخواین داشته باشین، من پسورد وارد میکنم، بعد به قسمت بعدی هم کانفرمیشن اینه، گزینه نکست در میزنیم. بعضی وقتا به اینجا به شما الرت میاره که این پسورد که شما وارد کردیم کامپلکسیتی از او کمه، یعنی مغلقیتی کمه، در صورتی که شما یک و دو و سه وارد کنیم یا اعداد و حروف وارد بکنیم مشکل میخوره. اعداد، حروف، حروف کوچک، حروف بزرگ باید باشه. بعد به شما گزینه سمری یا خلاصه از این کاری که شما انجام دادیم، دومین شما هست به اسم itch، سروری که انتخاب کردیم ویندوز سرور 2008 انتخاب کردیم به همراه فانکشنالیتی لول از او، یعنی کل کارایی از او به اینجا با شما
انجام میده. بعد میایم پایین تر ببینیم این قسمت هم گفته شده که دی ان سرور از اون هم یس، یعنی دی ان سرور هم به همراه اکتیو دایرکتوری اینستال میشه، یا همون لاگ فایل ها و دیتابیس فایل ویندوز سرور 2008 که به شما بگفته به همین موقعیت ها ذخیره میشه، مشکلی نداره. ما گزینه نکست رو میزنیم. وقتی گزینه نکست رو بزنیم این مرحله که حالی ببینیم رایت میکنه، یعنی چی؟ یعنی اکتیو دایرکتوری در حالت اینستالشنه. ببینیم کلا به اینجا به شما مراحل نشون میده. بعد وقتی پاک کنیم عملی پنسل باز پاک میکنه، حالی فعلا در حالت رایت کردنه. اگه این گزینه رو بریم تیک بزنیم، یعنی وقتی که اکتیو دایرکتوری رایت شد، کار ختم شد، جا در جا سیستم شما ریستارت میکنه. ببینیم ریبوت آن کامپلیشن، یعنی مجرد کار اکتیو دایرکتوری اینستالشن و ختم شد چیکار بکن؟ سیستم ریبوت بکن، یعنی ریستارت بکن سیستم. میتونیم عملیات کنسل بکنیم و میتونیم همین گزینه تیک بزنیم که وقتی که عملی اینستالشن ختم شد سیستم ما ریستارت بکنه. خب این نظر به سیستم ای که رم و مشخصات بالاتر باشه و سرعت سی پی بالاتر باشه وقت کمتر یا بیشتر در بر میگیره. اگر مشخصات بالا باشه وقت کمتر و اگر مشخصات پایین تر باشه وقت بیشتر در بر میگیره که اکتیو دایرکتوری و دین سرور هر دو تا در این زمان با هم دیگر اینستال بشن. خب من میام به صفحه بعدی تا یکی او اینستال میشه میتونیم از این قسمت ها وقتی او اینستال بشه میای قسمت ادرول کلیک میکنیم. هنوز که اینستال نشده اینجا به شما میاره اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز، باز رو از این قسمت کلیک میکنیم. دومین شما وقتی او اینستال بشه به این قسمت باید به شما نشونده که به اسم itsage.com، ولی هنوز اینستالشن از این ختم نشده. وقتی اینستالشن از او ختم شد دومین شما ساخته شد، دین سرور اینستال شد، اونجوگا دومین شما اضافه میشه. بعد شما میتونید به دومین خود یوزرت بکنید و بعد یوزرار بتونید وصل بسازید، پس به اکتیو دایرکتوری و دومین شما ایجاد بشه، بتونه کنترل بکنه یوزرهایی که به او وصله. خب مدت صبر میکنیم، اگه دیدیم زیاد طول کشید عملیه ریکوردینگ پاز میکنیم، یعنی بالت تعلیق قرار میدیم. میرم به این بالاتر ببینین این شما میتونه ولی برم رو از این کلیک کنم برم ویندوز 7 رو ببینم. این قسمت کلیک کنم ولی اینجوری که محیط ویندوز 7 کال صفحه تاریک تر نشون میده، مینیمایز میکنیم اینا. ولی ویندوز 7 من چند تا ریفرش میکنم که بالت تازه تر در بیایه. پس باز میکنیم میریم پس به ویندوز، حال ببینیم اینجا نوشته شده این ویندوز 7ه. میتونیم رو پس یک دیگه کلیک بکنیم که پس بس اینستالشن اکتیو دایرکتوری برای ما بیاره. هنوز اینستالشن از تکمیل نشده، وقتی تکمیل بشه سیستم ما ریستارت میشه و همین صفحه از بین میره. خب این مینیمایز میکنم پاز. خب این قسمت فعلا در حال انستالشنه، این فایل ها خو انستال میکنه. چند دقیقه پاز کردیم بالت تعلیق در آوردیم، بعد ادامه رو میبینیم. ممکن حال دیگه انستالشن ختم بشه و سیستم رو شروع کنه به ریستارت کردن. دیگه ببینیم فایل های تغییر میکنه، هر دم اون فایل ها رو انستال میکنه، فایل ها دی ان اس اینستال میکنه، دیگه فایل هایی که مربوط به خود سیستم باشه و مربوط به اکتیو دایرکتوری باشه اونا رو اینستال میکنه. اینستالشن ختم شد، اکتیو دایرکتوری اینستال شد، سیستم ما ریستارت میکنه، میگه اون فایل خود میخوای سیو بکنی یا نه. بعد ریستارت نه و میزنیم اون فایل نوت پد رو هم سیو نمیکنه. اکتیو دایرکتوری اینستال شد و سیستم ما هم ریستارت میشه فعلا. خب ببینیم نوشه پالیسی ها و کلاینت ها کلن میگی بالت شددان در میه استاپینگ سرویس و وقتی ویندوز سرور 2008 خاموش میشه کل سرویس هایی که داره همیگی داون میشه، یعنی همیگی بالت استاپ در میه یا خاموش.
وقتی او روشن میکنیم دوباره سرویس ها از به صورت اوتومات رن میشه که بعد میتونه کسانی که از نتورک استفاده میکنن سرویس ها از او استفاده کنن. سیستم ما ریستارت شد بعد از انستالشن اکتیو دایرکتوری و وقتی ریموو هم بکنیم بازم دقیقا سیستم شما ریستارت میشه، یا زمانی که DNS رو انستال میکنیم بازم سیستم شما ریستارت میشه، وقتی کلاینت جزء دومین میسازیم بازم سیستم شما نیاز به ریستارت کردن داره که سیستم ریستارت بکنیم، اون سیستم کلاینت منظور منه وقتی که جزء دومین میسازیم. صفحه ویندوز سرور 2008 اینجا به شما تپ اسکرین یاد میاره حالا تل که خواسته باشیم چی انتخاب بکنیم. خب برای جلسه کفایت میکنم یه عملیه رو استاپ میکنم، بعد بحث یوزر ساختن و موضوعات بعدی رو انشاءالله جلسه بعدی کوشش میکنیم بگین. اپلاین کمپیوتر سیتنگ حالا فلان لود میکنه کل سرویس ها ویندوز سرور 2008 انترپرایز از او. چون چند ایدیشن داره، یک استاندارد داره، انترپرایز داره، ویب ایدیشن داره، دیتابیس ایدیشن داره، چند ما ویندوز سرور 2008 داریم که وقت کانفیگوریشن میتونیم نویتا از این هر کدوم انتخاب کنیم یا اینو فرقای هم از هم دیگر دارن. انترپرایز با یوزرهای کمتره، کانفیگوریشن فایلی و کمتره، ولی انترپرایز تعداد یوزرهای میتونه زیادتر منیج بکنه و همچنین قابلیت های بیشتر داره.